بخش بعدی که داریم بخش فهرست ها یا همون منوهای سایتمون هست. خود قالب صحیفه از دو تا فهرست پشتیبانی میکنه، فهرست مین منو که منوی اصلی تونه و فهرست تاپ که منوی بالایی. منوی اصلی میشه این منو توی نوار مشکی و تاپ منو میشه این نوار بالایی سایتمون. میخوایم اینها رو مرتب سازی کنیم و ببینیم که چجوری باید این منوهایی که دوست داریم رو توی سایتمون قرار بدیم، به چه شکل. اجازه بدید فهرستی که الان داریم به صورت پیشفرض رو من پاکش کنم کلا و همینطور فهرستی که توی تاپ منو دارم. الان هیچ منوی توی وردپرس من نیست. با کلیک روی فهرست تازه‌ای بسازید میتونم یه منوی جدید بسازم. اسمش رو میذارم منوی اصلی و ساخت فهرست. خب با کلیک روی دیدن همه میتونم هر برگه ای رو که میخوام انتخاب کنم. خب اول میام برگه صفحه اصلیم رو وارد میکنم، برگه های دیگه رو انتخاب میکنم، هر برگه ای که دوست دارم رو. اجازه بدید با همین ها یه منوی ساده بسازیم، ذخیره فهرست. مکان منو رو مشخص نکردم، دلیلش اینه که توی منوی اصلیم نمایش داده نشد. جایگاه در پوستر رو قرار میدم روی اعلان اصلی، یعنی همون منوی اصلیم. منوی بالایی الان داره کل برگه های سایتمون رو میاره که فعلا کاری باهاش نداریم، منوشو بعد میسازیم. الان یه منوی خیلی ساده بدون زیر منو و بدون اینکه مگا منو باشه یا آبشاری باشه رو داریم توی سایتمون. خب اگر بخوایم اینها رو به صورت آبشاری مرتب کنیم، کافیه با موس من بگیرم منوها رو یکم سمت چپ بکشم و ذخیره فهرست. منوی اسلایدر کشویی بزرگ، اسلایدر مطالب و برچسب ها هر سه اومدن زیر مجموعه اسلایدر کشویی. اگر الان سایتم رو رفرش کنم میبینم که اسلایدر کشویی رو زمانی که میام روش به صورت آبشاری زیر منوهای اسلاید کشویی بزرگ و اسلایدر مطالب و برچسب ها نمایش داده میشه. حالا میخوام این منوی که دارم رو به شکل مگا منو در بیارم. خب یه فلش سمت چپ هر آیتم هست، با کلیک روی این فلش گزینه هایی داره. میتونم آیکون منو رو مشخص کنم، یه آیکون براش انتخاب میکنم که کنارش نمایش داده بشه. همچنین برای صفحه اصلیم هم یه آیکون انتخاب میکنم. یه گزینه داره به نام مگا منو رو فعال میکنید، بعد بزنیم بله. لینک های مگا، تعداد ستون هاش رو هم میگه مشخص کنید. میذارم 3 ستونه. تصویر پس زمینه میتونم براش مشخص کنم، بگم این تصویر وسط باشه، چپ راست، بالا پایین باشه، بدون تکرار باشه، تکرار بشه این تصویر پس زمینه توی مگا منو یا نه. و تنظیمات دیگه در مورد فاصله تصویر پس زمینه از چپ از راست، ارتفاعهایی که این تصاویر میتونن داشته باشن. الان اگر اسلاید کشویی قالبم رو ببینم سه ستونه شده به صورت مگا منوی، منوی خیلی بزرگ و سه ستونه داره نمایش میده برام. میتونم آیتم های جدیدی رو هم مجدد انتخاب کنم و این آیتم ها رو ببرم زیر مجموعه آیتم های اسلایدر کشویی بزرگ، اسلایدر مطالب و برچسب ها. و ذخیره تغییرات. الان من منوی ساختم با سه مرحله زیر منو. اینه که اسلایدر کشویی بزرگ رو داره به صورت تیتر نشون میده توی این مگا منو و مابقی رو زیر مجموعه این منو. شما به هر شکلی که بخواید میتونید منوهای سایتتون رو مرتب کنید.
این روش مگامنو بود. روش بعدی که داریم روش نمایش پست ها هست. صفحه اصلی مدل آخرین مطالب، این که برگه هست هیچ. از بخش دسته ها یه دسته به عنوان مثال جهان، ورزش ها، عکاسی و فیلم ها رو من به منو اضافه میکنم. ورزش ها، عکاسی و فیلم ها، اینها رو میارم زیر مجموعه جهان. حالا مگامنوش رو میتونم غیر از این که فعالش میتونم کنم به این شکل نمایش داده بشه، به دو شکل دیگه هم میتونم نمایش بدم. زیر مجموعه ها بلاوه نوشته ها، میگه دسته هایی که زیر مجموعهش هستن به همراه نوشته های اون دسته بندی ها بیا اینها رو نمایش بده. روی ذخیره فهرست اگر کلیک کنم و سایتم رو رفرش کنم، میبینم که الان من اگر بیام روی دسته بندی جهان، میتونم عکاسی، فیلم ها و ورزش ها رو یکی یکی کلیک کنم و مطالب این دسته بندی ها رو توی منوی خودم ببینم. شکل بعدی نمایشی که داره نوشته های اخیر هست. نوشته های اخیر میاد آخرین مطالب همین دستبندی جهان رو برام نمایش میده و اون سه تا دسته یا برگه یا هر چیزی که زیر منوی این دستبندی جهان هستن رو به صورت ساده کنار نشون میده، اما مطالب رو از دستبندی اصلی که دستبندی جهان هست دریافت میکنه و به ما نشون میده. برگه تماس با مایی که توی مرحله ساختن فرم تماس با ما و برگه تماس با ما ساختم رو اگر خاطرتون باشه توی مرحله قبل، میتونم از اینجا تیک بزنم و به فهرست اصلیم اضافه کنم و در نهایت ذخیره فهرست. این هم روش ساخت یه منوی کامل به چند روش. روش خیلی ساده، روش زیر منو به صورت آبشاری، زیر منو به صورت مگا منو، زیر منو به صورت نمایش پست های دستبندی اصلی و نمایش پست های دستبندی هایی که زیر مجموعه دستبندی اصلی هستن. تماس با ما هم که به انتهای فهرستمون اضافه کردیم و اگر کاربر روش کلیک کنه فرم تماس با ما بهش نمایش داده میشه. روی فهرست تازه‌ای بسازید کلیک میکنم، میخوام یه فهرست جدید برای منوی بالای وبسایتم بسازم. اسمش رو میذارم منوی بالا. دست اون صفحاتی که دوست دارم رو انتخاب میکنم و افزودم به فهرست. منوی بالایی میتونه به شکل آبشاری نمایش داده بشه، دقیقا عین منوی که اون پایین داشتیم میتونیم به شکل آبشاری زیر منوهاش رو مرتب کنیم و نحوه کارکردش هم دقیقاً به اون شکله و حتماً باید جایگاهش در پوستر رو روی منوی ناوبری بالا قرار بدم. به شکل آبشاری آخرین آیتم های این منو رو برام نمایش داد. این هم از مدیریت منوها یا همون فهرست ها توی قالب صحیفه. بخش افزونه ها کاربران، ابزارک و ابزارها و تنظیمات که و سایر بخش ها مثل همون قالب های معمولی وردپرس هستن و بستگی داره به اینکه چه شما چه افزونه رو روی سایتتون نصب کنید در کنار این قالب. و اما بخش که مربوط میشد به بخش اینستاگرام و آخرین تصاویر اینستاگرام ما رو نمایش میداد، یعنی همون اینستاگرامی، افزونه‌ای که در کنار این قالب نصب شده، شما باید روی get access token کلیک کنید تا کلاینت آیدی و کلاینت سیکرت رو بتونید از اینستاگرام دریافت کنید و اینجا واردش کنید توی بخش کلاینت آیدی و کلاینت سیکرت تا بتونه آخرین تصاویر رو از صفحه اینستاگرام شما دریافت کنه و توی سایتتون نمایش بده.